تلفات سنگین طالبان در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی حداقل 22 طالب کشته و 7 تن دیگر نیز زخمی شده است. در همین حال دیشب طالبان بر ولسوالی کهمرد ولایت بامیان حمله کردند و همین حالا درگیری در بلخاب در شمال کشور نیز جریان دارد. در دیگر نقاط هزارستان و افغانستان ما چی گذشت و چی میگذرد؟ با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان با سلام و وقت و خیر بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی آسیا شمال افغانستان هستیم. امروز 12 سرطان سال 1400 هجری شمسی و برابر با 3 جولای سال 2021 میلادی است. نزدیک بود که تاریخ هم اشتباه بگن. دیشب حملات طالبان از 4 استقامت بالای مرکز ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی یعنی منطقه قخور شدت گرفت که در نتیجه تمام حملات طالبان از 4 جهت که چندین بار هم انجام شد به شکست مواجه شد و تلفات سنگین نیز بر این گروه وارد شده است. مقام ولایت دایکندی لحظات پیشتر گزارش کردند که در این درگیری ها حداقل 22 طالب کشته شده و 7 تن دیگر زخمی گردیده است. البته امروز هم خبرنگار سنچال افغانستان از دایکندی گزارش کردند که نیروهای تازه نفس به سمت ولسوالی پاتو رفتن، این که اونا واقعا در تمازان ماندن یا قخور تا به حال جزئیات دقیق در دسترس نمی باشد. امشب ما طالبان همچنان قصد دارد بار دیگر بالای قخور حمله کند، اما مردم از روحیه بلندی برخوردار هستند و آماده هستند تا از خاک جان و مالشان حفاظت کنند. دوستان عزیز، دیشب در ولسوالی کهمرد بامیان طالبان حمله داشته است که ما جزئیاتش از آقای صداقت میپرسیم. همچنان حمله ای که همین حالا بالای بلخاب انجام شده و درگیری هم بین نیروهای امنیتی خیزش مردمی و طالبان در آنجا جریان دارد. آقای صداقت سلام بر شما، شبتان بخیر. درود و سلام خدمت شما آقای مهدی، سلام خدمت شما و تمام دوستان و همکاران شما و تمام بیننده و شنونده عزیز، سلام تقدیم می‌دارم. تشکر. جناب صداقت، از بامیان شروع می‌کنیم. خودتون بامیان هستید، شب درگیری در کدام صاحب دقیقاً و تلفاتی بر طالبان و نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی وارد شده یا نشده؟ برای شب که درگیری که در مناطق اشپوشته اینجا بوده که تقریبا تلفات زخمی را خدمت شما قبلا عرض کردم، این شب گذشته و این لحظه تو که از شمال بامیان کدام درگیری گزارش نشده، فعلا وضعیت نرمال است. از نزدیکای یا کاولنگ هم برخی ها میگفتن که یک سلسله تحرکات طالبان شاهد بوده، این دقیقا کجا بوده؟ کوهستان ها درگیری هست از اونجا طالبان به ایسو چشم دوخته یا چطور؟ یا عملا طالبان وارد شده نشده؟ ولسوالی کوهستانات سرپل که مناطق کوشان و اسپ میدان میشد، دو روز است اونجا درگیری جریان داره و از منطقه پشته بعضی از فامیلا و خانواده از اونجا مهاجر شده و همین لحظه که ما با شما در تماس هستم از مناطق آبکلان اینا طالبا در بالای ولسوالی بلخه و عملیات نموده که با مقاومت شدید خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی مواجه شده و فعلا هم درگیری جریان داره. از تلفات و زخمی های چون جدیدن گزارش چیزی دریافت نشده. فعلا طالبا بالای موازی خیزش های مردمی و دولتی حمله کرده یا اینکه دولتی ها و خیزش مردمی بالای طالبا؟ طالبا حمله کرده بالای موازی نیروهای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی در ولسوالی بلخاب که در منطقه شدیدن اونجا به مقاومت مردم و نیروهای امنیتی مواجه شده و فعلا هم درگیری جریان داره. آقای صداقت، لحظه پیشتر گپ بسیار تست تر شدن از یکاولنگ. یکاولنگ گفتون وضعیت چگونه هست؟ آیا خطر فعلا وجود داره که طالبان بالای یکاولنگ حمله کنه یا نه؟ چون شما گفتین که ولسوالی کوهستانات با یکاولنگ هم مرز دارن، هم با یکاولنگ هم با قسمت‌های از غور. اگر مناطق بلخه و کوهستانات با چون همچنان به مقاومت شدیدی نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی محافظت می شود، اگر این نقاط دولت جدی توجه نکند و برای غرب بامیان، مرز غرب بامیان هم با تهدیدهای بلند خواهد مواجه شد اگر این ساحات کور نشود، این ساحات اگر امنیت تامین نشود. تشکر. سلامت باش آقای صداقت، زنده باشی و خیر باشی. درود و سلام خدمت شما دارم و شب شما بخیر. بخیر باشه. تشکر. داود صداقت، فعال امور سیاسی از بامیان بود که گزارش از بلخاب و همچنان بامیان دادن که البته طالبان در این وقتا در کهمرد باز هم تحرکات داشتن، اما مردم همچنان آمادگی کامل دارن. باشندگان ولسوالی یکاولنگ بامیان نیز در گفتگو با سنچال افغانستان میگفتن که در نوار مرزهای این ولسوالی طالبان تحرکات داشتن. ظاهرا بعد از اینکه این گروه در ولسوالی کوهستان سرپول قدرتمند شده، هر از گاهی در نوار مرزهای بامیان نیز تحرکات را
انجام دادن، اما تا به حال حمله مستقیم بالای خاک بامیان و یکاولنگ از این ساحه نداشتن. در بیسود هم لحظه پیشتر خبر ما تهیه کردیم دوستان عزیز، درگیری های در سر هلمند امروز جریان داشته، مشترکاً جناب شما قامت برای عدالت و پلیس ایسای اول بیسود برای طالبان برای موازیشان حمله کردن، و تا همین لحظه ای که من با شما صحبت میکنم هم هر کس در سنگرهای خود هست، پس رو باید پیش روی های انجام نشده، طالبان همچنان در سنگرهای خود هستن، نیروهای امنیتی هم البته امروز یک دو سنگره یک دو تیپره از پیش طالبان پس گرفتن جناب شما قامت برای عدالت و پلیس ایسای اول بیسود میدان وردک. در قسمت های از خواد، ناهور و دایمرداد هم طالبان تحرکات داشته و هر از گاهی یکان فیرهایی کرده، اما در گریش جدی در این قسمت ها تا به حال گزارش نشده است. تا می لحظه که فکر کنم افغانستان ساعت 10 هست یا 2:30 به وقت افغانستان هست، دقیق نمیدونم ساعت 10 یا 2:30 هست. دوستای عزیز، در لعل و سر جنگل هم برای خواهد سوال کردن، وضعیت کاملا نرمال هست مثل روزهای گذشته، هرچند که تحرکات طالبان متاسفانه در اکثر نوار مرزی ها هم وجود داره. در ولسوالی پاتی دایکندی لازم پیشتر هم اشاره کردم که دیشب طالبا شکست خورده و چندین حملاتشان دفع شده، اما هنوز هم در بسیاری از قریجات پاتو طالبا حضور داره و امشب باز هم پلان داره که بالای قخور حمله بکنه. در درگیری‌های دیشب دو تن از نیروهای امنیتی و یک نفر نیروی امنیتی از پلیس و یک نفر از قشای مردمی شهید شده متاسفانه، و 3 نفر زخمی هست و از طالبا 22 کشته و 7 نفر زخمی تا به حال گزارش داد. البته ممکن که آمار بیشتر از این باشه از طالبان، اما این آماری است که به حساب آمده تا به حال. و ولسوالی های نامش و کجران که در دایکندی و هلمند میشه وضعیت تقریبا عادی هست، هرچند که طالبان وجود داره تحرکات داشته، اما درگیری در 24 ساعت گذشته تا به حال در ساحه هم گزارش نشده، و در چارکن هم وضعیت کاملا آرام هست. در صبح هم که در اصف بالا و در اصف پایین همچنان در دست طالبان هست و هنوز تا به حال را برنامه برای پسگیری دو ولسوالی انجام نشده است. در بدخشان اما ولسوالی بهارک از وجود طالبان دوباره پاکسازی شد و این ولسوالی به دست طالب چه به دست نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی افتادن، ولی دیشب چندین ولسوالی ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کردن و متاسفانه نزدیک به 12,000 خانواده از ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان تا به حال آواره شدن. دوستان عزیز، از غزنی که تا به حال گزارش تازه و جدیدی نداریم که به سمع شما برسانیم، اما یک نکته را برای دوستان خود من به عرض میرسانم. تمام مردم عزیز افغانستان، بخصوص مردم هزاره و شیعکی، شما میدونید که هدف اصلی گروه تروریستی هم هستید. یک خواهش من از شما این هست که تا میتونید وضعیت افغانستان رو فراموش نکنید. در این وقت ها میبینید که نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی در سراسر ولایت های مختلف در کنار همدیگر ایستاد شدند، ولی یک موضوع بسیار ما رنج می ده که طالبا بیشتر از سلاح شبین استفاده میکنه. ببینید، دوربین های شبین هست، عینک های شبین هست، همین دوربین هایی که فعلا طالبا استفاده میکنه، هرچند اون اسلحه کاملش داره مجهز که نامش نمیفهم چی هست، هم است که هم نشان زن خوب هست، هم دوربین داره که دهو تنظیم میشن، ولی حداقل اگر ما بتونیم و مردم ما بتونه در جاهای مختلف از همین دوربینا برای خود داشته باشه، به خاطر دفاع از مردم بسیار بسیار نیاز هست. فعلا در شب طالبا تلاش میکنه بیشتر وقتا درگیری میکنه، مثلا همین لحظه در بلخاب جنگ شروع کردن از طرف شب، در دایکندی هم شوخ دیدن از طرف شب حمله میکنه، مثلا در بیسود هم اکثر وقتا اینا شب حمله میکنه، در غزنی هم اکثر وقتا اینا شب حمله میکنه. دلیلش اینه که دوربین داره، ما میبینیم که مردم ما دوربین نداره. دوربین ها متاسفانه در داخل افغانستان بسیار گران هم هست، حتی اقل می خرابترین دوربین از نگاه کیفیت یک لگ افغانی هست، شاید هم پایین تر باشه ولی من نمیفهمم، ولی بیشتر وقتا تا جایی که من از دوست و پرسان که این طرف و طرف یک لگ افغانی هست و بیشتر از او هم هست، و اینی ها باید گرفته شده که بسیار یک موضوع مهم و ضروری هست که متاسفانه هم نیروهای دولتی از بسیار کم داره و خیزش های مردمی کش نداره، و یا باید یاری هم شما که در دسترس مردم قرار بگیرم. متاسفانه وضعیت امنیتی در روزها رو به وخامت رفته دوستان عزیز، و ما هم یک کار میکنم در صورتی که در هر ولایت در هر ساحه خود مردم به خاطر دفاع از خودشان اگر نماینده تعیین میکنه، ما تنها کاری که میتونم اون نماینده شه با شما معرفی بگیرم. خود ما در این کارا نمیتونم وارد شم و نه هم در توان مست هم وقتش دارم. مثلا در لالو سر جنگل یک چند نفر اینا معرفی کرده که اونا میتونن به خاطر بیجا شدگان و کسانی که از جنگ آسیب دیده و برای دفاع از مردم باید کمک های مردمی را داخل افغانستان بیرون جمع بکنن،
اگر دوستای خواسته باشه در سر جنگل همکاری بکنن، ما میتونم مثلا شماره امی یک دو سه نفر در اختیار شما دوستای عزیز قرار بتون و همچنان در ولسوالی پاتې ولایت دایکندی و یا در جاهای دیگه اگر اینطور یک آدرس مشخص شکل بگیره ما میتونیم در اختیار شما قرار بدیم. دیگه وقت تا نمیگیرم، تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. لازم بیشتر لایف ما برای خود انتقاد کرد که موی سر خیلی خراب زدی، خب خیلی هم بسیار زود هم متوجه میشین، ای از مجبوری هست. ای را اگر بگم که ما خودیم کم کردیم شاید شما باور شما نیه، بسیار سخت بود با همکاری خانم خودم میره کم کردیم، چون شهر ما قرنطینه است و کرونا است و همه جا بسته است و سلمانی ها بسته. امروز دو سه ساعت زدم بله سر خودم مویش کردم، اینقدر تنظیم کردیم، ترسیده بودم که شاید در کل برسه بخیز از پیش خراب شده میره، ولی خب بالاخره تنظیم کردیم اینقدر از مجبوری. به هر صورت ما متوجه بودیم، خودم هم میگم شاید دوستا انتقاد نکنه متوجه نشه، ولی خب برخه ها متوجه شدن. خیلی زیاد دوستتان دارم، متوجه خودتان باشین. تا درود دیگر، بدرود. از طریق فیسبوک اگر برین درسیم خواهشان رو به اشتراک بگذارید. کاروان زیارتی آرزوی کربلا. اعزام کاروانهای زیارتی از آلمان به عتبات عالیات با تمامی خدمات مسافرتی، اخذ ویزای ایران، عراق و ترکیه، فروش تیکت های اروپا و آسیا. Central.